رابطه ساحل پردیس احمدیه با قاتلش مجتبی پیرزاده. دوستان عزیز سلام، دید لطفا قبل از دیدن این ویدیو روی کلمه سابسکرایب و همچنین زنگوله کنارش کلیک کنید و بعد از دیدن این ویدیو لایک و کامنت رو فراموش نکنید. پردیس احمدی بازیگر ایرانی متولد 8 تیر ماه 1371 در تهرانه. پدرش رو سالهاست که از دست داده و مادرش هنرمند و در حیطه معرق و نقاشی فعاله. دو خواهر داره که خواهر بزرگترش پارمیز ازدواج کرده. پردیس احمدی فارغ التحصیل رشته نوازندگی موسیقی و ساز ایرانیه. این چهره خیلی اتفاقی وارد عرصه بازیگری شده. در سال 1385 وقتی 15 ساله بود به طور اتفاقی با حمید نعمت الله آشنا شد و تا اینکه یک سال بعد توسط نعمت الله به افشین صادقی معرفی شد. به این ترتیب شد که در فیلم افشین صادقی اولین تجربه خود را کسب کرد. پردیس احمدی برای بار دوم در سال 1390 و در سن 19 سالگی در فیلم سینمایی کلاس هنرپیشگی کاراکتر نیکی را ایفا کرد. پردیس احمدی با فیلم سینمایی خانه دختر در سال 93 به شهرت رسید، اما فیلم سینمایی لاک قرمز در سال 1394 به اوج شهرت رسید و بیش از پیش شناخته شد. او با لاک قرمز در جشنواره فش هم دیده شد. پردیس احمدی در فیلم لاک قرمز با بازیگرانی همچون پانتها پناهی ها، مسعود کرامتی و بهنام تشکر همبازی بود. او فعالیت تئاتر خود را از سال 1392 با تئاتر ناتمام به کارگردانی سیما تیرانداز آغاز کرد. ساز تخصصیش سنتور است. سنتور از دوران راهنمایی آغاز کرد و با علاقه ادامه داد و یکی از دلایلی که برای فیلم لامینور داریوش مهرجویی انتخاب شد همین تسلط به موسیقی بود. یکی از حواشی که بعد از منتشر شدن سریال پوست شیر ایجاد شده بود رابطه پردیس احمدی و هادی حجازی فر بود. پردیس احمدی در اینستاگرامش پستی برای هادی حجازی فر که در سریال پوست شیر نقش پدرش را داشت به مناسبت روز پدر نوشت: پدر تکیه‌گاه بچه‌اش، نور زندگیش، کاش شونه‌های همه پدرها پر بود از نور، کاش دل همه بچه‌ها گرم بود به پشت و پناهشون. آقای هادی، شما تو این سریال پدر ساحل نبودی، پدر پردیس هم بودی و بعد از سالیان احساس دختر و پدری رو برام عمیقا زنده کردی و روز پدر رو بهت تبریک میگم. ولادت امیرالمومنین بر دوستدارانش مبارک. و گفته شده آنها در خارج از فیلم ارتباطی دیگر با هم ندارند. مجتبی پیرزاده هم که در نقش قاتل ساحل در سریال پوست شیر ایفای نقش کرد، زاده 1364 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر هستش. او فارغ التحصیل لیسانس بازیگری از دانشگاه سوره هست. آقای پیرزاده نخستین بازی خود را در صحنه تئاتر انجام داد و بیشتر در حوزه تئاتر فعالیت کرده و نقش آفرینی کرده. این بازیگر مرد متأهل بوده و با فرزانه طرفشی ازدواج کرده. همسرش نیز همکارش بوده و در حرفه بازیگری در تئاتر مشغول می باشد. خانم طرفشی نیز از فارغ التحصیلان رشته تئاتر از دانشگاه سوره است که در تئاتر بازی و کارگردانی می کنه. این دو در سال 96 صاحب دختری به نام رونا شدند. پردیس احمدی و مجتبی پیرزاده علاوه بر همکاری و ایفای نقش در سریال خانگی پوست شیر، در فیلم‌های مجبوریم، فیلمی ایرانی در ژانر درام به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی رضا درمیشیان و همچنین فیلم تومان، فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مرتضی فرشباف و تهیه کنندگی سعید سعدی محصول سال 1397 ایفای نقش کردند. اما پانتا بهرام که در سریال پوست شیر نقش یکی از بازیگران اصلی را بر عهده دارد،
در مراسم اکران مردمی سریال پوست شیر که در لوتوس مال برگزار شد، پانتا بهرام بدون حجاب در این مراسم شرکت کرد. او قبلا نیز در اینستاگرامش ویدیوهای مختلف از خود بدون حجاب به اشتراک گذاشته بود. برخی از کاربران معتقدند این اقدامات پانتا بهرام به دلیل اینه که برایش هزینه ندارد ادامه پیدا کرده و اگر از همون اول کسی به او تذکر میداد دیگر با چنین وضعیتی در اکران عمومی سریال پوست شیر حاضر نمیشد. گویا برخی از بازیگران تا زمانی که با آنها برخورد نشود به کارهای خارج از عرف خود ادامه میدهند. برخی کاربران این اقدام پانتا بهرام را دهنکجی او به قانون حجاب در کشورمان می دانند و خواستار برخورد مراجع قضایی با او هستند. او در مصاحبه گفته است من در تمام این سالها سعی کردم تمام استانداردهای بازیگری را رعایت کنم و به نظر خودم هم اکنون جزو با کیفیت ترین بازیگران ایرانی هستم. در این مراسم هادی حجازی فر، پردیس احمدیه، علیرضا کمالی، شیلا شاهی، جمشید و نوید محمودی حاضر بودند. حضور پانتا بهرام در این مراسم بدون حجاب اجباری توجه ها را به خود جلب کرد. مراسم اکران مردمی قسمت آخر سریال پوست شیر در سینما حاشیه‌های بسیاری را به دنبال داشت. این اقدام پانتا بهرام در حالی بود که وزارت ارشاد به بازیگران زن اخطار داده بود و همچنین در حالی بود که چندی پیش وزیر ارشاد به طور حتمی تهدید کرده بود که هنرمندانی که همچنان بر مواضع خود هستند ممنوع‌الکار می‌شوند. همچنین معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از برکناری مدیر سینمای لوتوس در جریان اکران پوست شیر به دلیل نداشتن حجاب یک بازیگر خبر داد. حبیب ایلبیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت پس از حواشی ایجاد شده در برنامه اکران قسمت پایانی پوست شیر مدیر سینمای لوتوس برکنار شد. او گفت طی جلسه ضمن بررسی تخلفات سرمایه گذار و تهیه کننده سریال درباره پخش موزیک ترانه غیر مجاز و نمایش سریال مغایر با مجوزهای دریافتی مقرر شد ضمن درج در پرونده عوامل مقصر در نوع همکاری سازمان سینمایی با مسببین این تخلف تجدید نظر شود. همچنین با توجه به حضور بدون حجاب پانتا بهرام و عدم اقدام درست و به موقع مدیریت سینما در کنترل برنامه و عدم هدایت فرد متخلف و قانون شکن به بیرون از فضای سینما، مدیر آن به علت ضعف مدیریت از سمت خود برکنار شد. تخلفات سینمای لوتوس نیز در دست بررسیه که به زودی درباره آن تصمیم گیری خواهد شد. ایلبیگی ضمن انتقاد از بازیگران و عواملی که سرمایه گذاران در عرصه سینما را به خطر می اندازن تصریح کرد، رعایت قوانین و مقررات رسمی اعلام شده الزامیه. و مضافاً اینکه مسئولیت تبعات رفتارهای قانون شکنانه عوامل و بازیگران نیز بر عهده خود آنها خواهد بود. دوستان عزیز ممنون که تا به اینجا ما با همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو به صورت فینگلیش توی قسمت کامنت برای ما بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال ما رو سرچ کنید و روی کلمه سابسکرایب و زنگوله کنارش و همچنین روی آل هم کلیک کنید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و لطفاً لینک این ویدیو و مجموعه کانال ما رو در فیسبوک و توییتر در گروه‌های ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا و انگلیس و استرالیا و شهرهای مختلفشون شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. منتظر ویدیوهای جدید از کانال ما باشید.